دعوت میکنیم از سروش که اگه دور و برا هست تشریف بیارم در خدمتشون باشیم. Let's do it.
اول ساخه ها رو بگو، بعد راجع به فرهنگ رپ بگو. کلن که من اینجا خیلی معذبم، ما برو مغول نشستیم برای یه روز زندگی صرف نشستم از این داستانی راز شرمنده بابا. بعد هم میشه زاخار رو که زاخار رو بیم، شما زاخاری من زاخارم. کی زاخار نیست بکنم، خانم ها زاخار نیست. اینگاه جنس مذکر میشه زاخار. اونایی که گفتن زاخار خانم نه که اونا مزجر نفهمیده چی شده. پس راجبه رب صحبت کنیم. خب راجبه این که گلاش چی جوریه، گلاش چی جوریه، این فرهنگش چی جوریه، چی میشه؟ ورزم به حضورتون که کلن رب اینجوریه که خیلی توش کرجل هست. کرجل هست این هم نیستش که کلکل غیر مفید باشه. مثلا ما تو آهنگام وقتی که مثلا شاخبازی در میاریم و قدرت نمایی میکنیم و اینا، این واسه این نیستش که مثلا بریم فاز به اصطلاح خودستایی و مثلا خودخواهی و این داست خود بزرگبینی و این داستان هست. این بیشتر واسه اینه که این کار باعث میشه که بقیه شروع میکنن بیشتر و قوی تر کار کردن. داده اینجا حس چی میگفتن بهش؟ حس چی درش دست میده؟ حس رقابت. حس رقابت دست میده و کلا آشنایی رپ کنم اینجوری که خب قدیما چه ما یعنی اصلا رپ فارسی هستن این شکلی نبود. قدیما رپ فارسی این شکلی نبود و همه تو کوچه ها و خیابون ها نه هم دیگر میدیدن و هم دیگر قرار میذاشتن و اول اصلا کلکل سر این بودش که چه رپکون های خارجی رو شما میشناسی هستن، یعنی از اینجا شروع شد. چون میدونیم که مثلا هرکی که اهل شنیدن آهنگا و این چیزا باشه توی آهنگ باز باشه توی سبکی رو میگیره دیگه تا فی خاله نوش در میاره دیگه که چی رو نمیدونم یارو بلانی چیه و چی چی و چی تا به اینجا رسید که دیگه ما اونقدر علاقمون زیاد بود گفتیم که اصلا چرا خودمون این کار رو نکنیم، گفتیم چرا خودمون این کار رو نکنیم و دیگه شروع کردیم و کم کم دیگه بقیه رو تشمیل کردیم که آقا بیان اینجوری و اینا که خیلی هم مشکل شد، چون خیلی هم مثلا از همون طرف داره رب می اومدن می گفتن که آقا اصلا انگلیسی بقیه میشه رب که ما می گفتیم که یعنی چی انگلیسی میشه واسه چه با فارسی نمیشه اینجوری من دارم من رب می کنم بیان فلاسه خیلی داستان بود، خیلی داستان بود ولی همون تو خیابون هم بیان. الان داستان برگرده، الان دیگه یکی از اون بر آهنگ میخونه دیگه پخش میکنه تو اینترنت و اینا و یکی گوش میکنه و کلا کلگلا اینجوریه که اون چیزی که شما میگید تو فیلم دیدی اون بدای بویی اینی که الان تو این فیلم میکنه نه خیلی تو این نه تو فیلم امیان جمعی شما اون بدای بویی بدای بویی یا فریستایل یکی از ارکان هیپ هاپ هستش، ارکان رپ هستش که هر رپ کنی بدای بویی نمی کنه، از اون بر هر بدای بویی هم رپ نمی کنه، یعنی آهنگ نمیده بیرون و اینجوریه که به طور بدایه شروع میکنن رپ کردن و اون خیلی بیشتر اینجوریه که دیگه دو نفر وای میستن و شروع میکنن با هم دیگه شاخبازی و کلکل کردن و این چیزا که دیگه اون هر کی که چیزا جالبتر بگه همون لحظه مثلا طبق لباسهایی که طرف مقابلش داره یا همون حرف طرف مقابلش این بر ضدش استفاده بکنن، یه حالت رجزخونی و مردم اونجا رأی میدن که چی بهتره کاش منتها خود رپ کردن از این نظر شما میبینید که چی کارش بهتره
یکینکه یه چیزی داریم اسم فلو تو رپ که جریان خوندن کنه. حالا جریان خوندن در از همون ملودی خوندن کنه. رپ کردن برعکس چیزی که خیلی دفعه میکنن فقط چند کلمه رو پشت سر هم نمیذاره تونز بخونی. رپ کردن اینطوریه که همون حتی یک کلمه شما بهش یه ملودی میدی. مثلا یه مثال بزنم، حالا مثلا دو تا فلو مختلف رو واسه تون مثال بزنم که یه ذره واسه تون بیفته داستان چجوری. یکی اینه که مثلا دنیا به چپه، همه میمیریم، بعد کمه دیگه میگیم، هست بردگی میگیم، رفت دست دیگه بگیم، دست دیگه میگیم، میدیم نه حواست رو جمع می کنیم به بقره میگی به هست اینطوری جمع دست و جیب میشی هست معنی پیش بری سخت اینجا بره نمی میریم تش. این یه مدل فلو. مثلا یه مدل دیگه یه چیز مثلا ساده تر میگه که همین اینو مثال بزنم جمع بجمع بکنم که خلافکارای اصلی قیافه های نادخ ندارن، وقت واسه خالی کردن دخ ندارن، تخت خیالشون و دوران سخت ندارن، رو صورت تخت ندارن. متوجه این جریان خوندن فرق میکنن با هم دیگه، حالت ملودی داره ولی یه ملودی چیز نیستش که مثلا اکثر خطای ملودی مثلا سازا و اینا مثلا یه چیزی که مشخصه تا یه جایی میره دیگه قطع میشه یا بعدش یه ذره کوتاه‌تره. ولی مثلا رپ کردن همین جوریه دیگه ده 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 ده. بعد پس میخواید جمع‌بندی بکنیم از این چیزایی که تا الان میگفتیم. حالا یه نکته دیگه، نکته خود شعر که اون فلو که شد جریان خوندن و اونو هرچی متنوع‌تر بتونه کار بکنه قدرتش بیشتره. مثلا توی یک آهنگ چند تا ربون میتونن با هم دیگه شدت کنن پیش بخونن، هر کدوم قدرت نمایی میکنن توی جریان خوندنشون که کدوم جذابتر جریان خوندنشون رو اون آهنگ. و یه طرف دیگه شعر که شعر خیلی چیز مهمه و اینکه چقدر شما آرایه استفاده کنید توش، چقدر توش حس به کار ببرید و این داستان که اینجوری معلوم میشه که چه رب کنی بهتر از اونی که اوکی. پس یه نکته اساسی این که فهمیدیم زاخار یعنی چی؟ زاخار اونایی هم که میبازن علکی کل کل میکنن بعد که چیز رو اعصابیه چیز خوبی هم نیست. بعد دوم هم که آها دو تا مدل رب خونی انجام دادی برامون، یکیش یه خورده اولیش تون تون بود. مثلا این تون تون بودنش چی رو نشون میده از نظر حسی؟ از نظر حسی که این طور نمیدونم من که نمیتونم بخونم. بعد بستگی به موضوع آهنگ بعد بستگی اصلا به اون خود آهنگی داره که روش رو میشه رو می نویسی. یعنی همون حس رو میخواید انتقال بده بیشتر یه نوعی از به نوع هنه. پس آها یه چیز دیگه هم گفتیم بین صحبتات که این کلکلا هست و یه جورایی مثلا قدرت نمایی بین رپخونا هست و این صحبت ها. بعد مثلا ما راجع به رپ توی آمریکا شنیدیم که میگن مثلا توفت رو کشتن نمیدونم خدا بیمان آره خدا بیمان خدا رفتگان شما رو بیمان گفتن که توفت رو کشتن و از این جور صحبت ها. بعد بالاخره اینقدر کل کل زیاد شده بوده که به یه سری مسائل جنایی و اینا کشیده. توی رپ فارسی هم آیا این مسائل هست یا به همین زاخار و اینا بسنده میکنه؟ ما خودم زاخار استفاده نمی کنیم بیجا حالا نمی کنیم چیز توی رپ فارسی هم کل کلا فقط کلامیه یا اینکه دلیلی داره که جامعه از رپ بترسه به خاطر طبقات کل کلایی که هست به اینکه نم خب با یکی زده با گوزارم کشتم مثلا من این امنی ملت امریکا ترسیدم
ترسیدن یا نیست خود موزه منظور تو اینه که خشونت و رواج بده آه اینکه خشونت و رواج بده کلکلا زیاد بشه این دیگه بستهی به خود شخص ربکون داره به خاطر اینکه ربکون چیزی رو تو کارش ارائه میده منتقل میکنه که چیزی که خودشه دالایی اول یا آدم کش میدونه ربکون میشه یا آدم پروانه میدونه ربکون میشه درست شما آدم پروانه هست و یه نکته دیگه که آقا چرا مثلا من بلد نیستم حالا اینطوری رفت کنم نه این چیز رفت کنم نه اینو به من نشون دادم که مثلا یه خط ملودی کلا هم یه چیزی تو آدم باید باشه مثلا من نمیتونم بیام به یکی یاد بدم رفت کردنم تر باید یه چیزی تو خودش داشته باشه که خودش وقتی که رپ‌های دیگر رو می‌بینه از اون گوش می‌کنه کاراشونو به مرور زمان شما می‌فهمی که آقا مثلا این تکنیک اینجوریه این تکنیک اینجوریه چجوری من می‌تونم یه چیز جدید به وجود بیارم همه این چیزا از تمرینش هم که همه جا می‌تونی تمرین کنی می‌تونی یکی از تکنیک‌هایش رو که مثلا همه می‌دونن رو مثال بزنی یکی از تکنیک‌هایش من خودم میگم به کسایی که میخوام مثلا بدونم چه جوری اینه که آهنگ خالی رپ رو میگم بذاریم روش علش با دهنتون ملودی رپ کردن نبیده یعنی کلم از این کلمه نذاریم جایی که میخواید فقط یه ملودی داریم مثلا چه میدونم دل 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 یعنی فقط یه چیزی داریم که تو ذهن خودت هم یه مرور بکنه که چجوری میشه اینا رو چید رو بیتای مختلف رو